نام خداوند بخشاینده مهربان خداوند روزیده رهنمای سلام یاران جان یاران همراه عزیزان مهربانی که امشب هم لطف کردید برنامه به وقت بیداری را از تلویزیون جهانی هادی همراهی میکنید قبل از هر سخنی ضروری هست و لازم میدانم بر خودم که تسلیت ارز کنم حادثه ناگوار و قمنگیز زلزله که چند روزی هست متاسفانه اده زیادی از هموطنان عزیز ما را در کشور عزیز ما افغانستان داغدار کرده ما را هم غمشریک خودتان بدانید و شک نکنید که ما هم داغ دیده مانند شما و خداوند انشاءالله غریق دریای رحمت کند همه عزیزانی که در این حادثه در ناک و رنجاور از بین ما سفر کردند و رفتند و انشاءالله همه مجروحین به زودی زود به لطف الهی حالشان خوب شود و به آغوش خانوادهشان بازگردن و خداوند صبر جزیل انشالله عنایت کنه به همه عزیزانی که بازمانده هستند و عزیزانشان نده ای حادثه از دست دادن همراه شما بزرگواران هستیم برنامه این شب آغاز میکنیم با حضور ارزشمند جناب استاد دکتر فیاضی عزیز با موضوع زیست مؤمنانه سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام علی محمد و آله الطاهرین سلام میکنم خدمت شما جناب آقای ناصری و همکاران گرامی شما عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم و ارجمنده که پیگیر این سلسله برنامه های معرفتی و این مجموعه برنامه زیست مؤمنانه هستند خوشحالم که در یک برنامه دیگر در خدمت شما و در محضر بینندگان محترم هستم ان شاء الله امشب دومین برنامه از سلسله مباحث زیست مؤمنانه را با حضور شما استاد گرامی و همراهی عزیزان انشالله آغاز خواهیم کرد اما همونطور که استاد عزیز مستحضر هستید چند روزی هست که کشور عزیزمون دچار یک حادثه قنبار و قمنگیز شده بسیار هم وسعت حادثه زیاد هست عزیزان زیادی که همدل و هم خون ما هستند دچار حادثه شدند جا داره تسلیت باز هم داشته باشیم به همه عزیزان و از طرف خودم استاد عزیز همکاران پرتلاشمون در تلویزیون جهانی هادی یه حادثه رو به شما زن تسلیت عرض میکنیم و استاد اگر فرمایش دارین در داری این رابطه ما میشنفیم بله جنوب آی ناصری من هم به سهم خودم تسلیت و تعذیت ارز میکنم خدمت بینندگان محترم هموطنان عزیز و ارجمند و هموطنان هراتی که واقعا در این حادثه غمانگیز زلزله عزیزان خود را از دست دادن برای جانباختگان این حادثه دردناک آرزوی رحمت و مغفرت و آمرزش الهی و برای بازماندگان انشاءالله درخواست اجر پاداش از پیشگاه خداوند دارم حقیقتا زیست مؤمنانه بر اساس اونچه که در آموزه های ما تعریف شده است که قبلا در برنامه گذشته هم خدمت شما و بینندگان محترم اشاره کردم که عبارت بود از رسیدن به باور صحیح و شناخت ارزش های حقیقی و اساسی و منطبق کردن این باور و این ارزش ها با شیوه زندگی خود ما در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی بلد. و این روی داده که امروزه در کشور ما اتفاق افتاده است و تعداد زیادی از هموطنان ما جان خود را از دست داده است مقتضای زیست مؤمنان این است که هر کسی به هر نحوی که میتواند باید دستگیری بکند باید حمایت بکند باید کمک بکند به کسانی که در این حادثه آسیب دیدن خانه و کاشانه خود را از دست دادن عزیزان خود را از دست دادن و غمناک و سوگوار در این حادثه شدند حقیقتا ما اگر زیست مؤمنانه را سخن میگوییم قرار است زیست مؤمنانه را در شیوه زندگی خود ما و در عملکرد خود ما پیاده بکنیم ما این حدیث شریف را که حقیقتا هم زیست مؤمنانه را برای ما بیان می کند و هم می تواند واقعا الگو و شیوه زندگی را برای جامعه امروز ما ترسیم بکند از زبان متحر امام صادق علیه و السلام که در کتاب شریف کافی نقل شده از خدمت شما و بینندگان محترم بخوانم و ارتباط او را با حادثه ای که امروز کشور ما و وطن ما دچار او شده است انتباق بدهم و تطبیق بکنم یه حدیث شریف امام صادق انگونه می المؤمن اخو المؤمن مؤمن برادر مؤمن است کل جسد الواحد مثل یک بدن واحد است مثل یک جسم واحد است ان اشتکا شیئا منه وجد علم ذالک فی سائر جسده اگر عضوی دچار دردی شود دچار بیماری شود دچار مشکلی شود علم او را درد او را مشکلات او را دیگر اعضا هم تحمل میکند چون مثل جسد واحده است مثل بدن واحده است اگر چشم ما درد بکند بقیه اعضا هم احساس درد میکند اگر قلب ما درد بکند بقیه اعضا هم با او همدردی میکند یا اون, حدی... یا اون شعری که از سعدی نقل شده است در حقیقت بر اساس و پایه این حدیث شریف است بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند چو عضوی به درد داورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهن دادمی امروزه اگر ما زیست مؤمنانه را بیان میکنیم باید من و شما و هموطنان ما هر کسی به قدر توان خودش هر گونه کمکی میتواند امروزه با حادث دیدگان زلزله هرات انجام بدهد امروزه وظیفه خیران ماست وظیفه ثروتمندان ماست وظیفه کسانی است که بالاخره و آبروی اجتماعی دارند این کمک را جذب بکند یا از مال و ثروت خودش هزینه بکند و بخشی را در اختیار این کسانی که حادثه دیدن و غمناکند سوگوارند در اختیار اونها قرار بدهد با توجه به وضعیتی که الان بالاخره هوای سرد پاییزی که بالاخره کشور ما و مخصوصا منطقه هرات گرفتار اوست و در آستانه هوای سرد زمستان قرار دارند چه شایسته است و چه نیکوست که بر اساس زیست مؤمنان ثروتمندان ما متمولان ما بیاین دست کمک و دست نیازمنده اینها رو بگیرن و سرپناهی برای اینها ایجاد بکنن و مواد غذایی اگر نیاز دارن در این زمینه بالاخره کمک بکنن اگر بالاخره مجروحانی هستن زمینه بالاخره مداوا و درمان مجروحان رو فراهم بکنن حقیقتا این زیست مؤمنانه است زیست مؤمنانه این است که ما در عمل پیاده بکنیم در عمل بیاییم دست نیازمندان رو بگیریم دست محتاجان رو بگیریم حادث دیدگان رو امروز ما دستگیری بکنیم و کمک بکنیم انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد به برکت این ایام به برکت بالاخره پیامبر گرامی اسلام به آبروی پیامبر گرامی اسلام بتوانیم این توفیق را داشته باشیم دستگیری از نیازمندان بکنیم دستگیری از فقرا بکنیم و این حادث دیدگانه که در حادثه هرات بالاخره غمناک شدن سوگوار شدن دست اونها رو به هر نحوی که میتوانیم بگیریم و انشالله از بتوانیم مقداری از غم و غصه ای اونها کاهش بدهیم قطعا ما نمیتوانیم جبران غم و علم و درد و رنج اونها رو بکنیم اما میتوانیم اگر در کنار اونها قرار بگیریم و دست کمک به اونها دراز بکنیم و نیاز اونها رو برطرف بکنیم میتوانیم از غم و درد و رنج اونها کاهش بدهیم و کم بکنیم این وظیفه ماست بر اساس زیست مؤمنانه که در این ایام ما بیاییم در میدان و هر کسی به هر نحوی که میتواند از کمک دریغ نکند و از حمایت از این زلزله زدگان منطقه هرات دریغ نکند ان شاء الله بسیار تشکر ما فکر میکنم که زیست منانه به ما یاد میده که قبل از اینکه یک حادثه دیده احساس کنه که کسانی دیگر در کنارش هستند ما که حادثه ندیدیم خودمان در کنار آنها ببینیم و واقعا همدردی کنیم و هر کاری که از دست ما برمیاد ان به بله. با عنوان شکرانه بله. نعمت ماست شکرانه نعمت سلامتی ماست ما و شمایی که در نعمت سلامتی به سر میبریم و این حادثه بالاخره ما دچار این حادثه نشدیم به شکرانه نعمت سلامتی بیاییم کسانی که در این حادثه واقعا دوچار غم و اندوه شدن عزیزان خود را از دست دادن دستگیری از اونها کرده باشیم انشاءالله استاد اجازه میتونید اولین سوال از مبحث امروز در مورد زیست مومنان از شما داشته باشیم در خدمت هست مستد در جملات پایانی در جملات پایانی برنامه قبل شما در مورد نقش ایمان در ایجاد آرامش روحی برای انسان فرمایشاتی داشتین اگر بالاخره چیزی هم مانده که دهی برنامه انشاءالله مطرح بفرمایید و سوالات بعدی را شما بله. قبلس. چون در بحث زیست مؤمنانه محور و مبنای اساسی این است که ما بیاییم نقش ایمان را در زندگی تبیین بکنیم چه آثاری میتواند ایمان در زندگی ما داشته باشد نه. شروع کردیم به این بحث مفصلی اولین نقش و اولین اثری که ایمان در زیست مؤمنانه دارد عبارت بود از آرامش روحی آرامش روحی رو من اشاره کردم خدمت شما و بینندگان محترم یه به معنای این نیست کسی که مؤمن است دوچار غم و غصه نیست دوچار گرفتاری نیست دوچار مشکلات نیست یا به این معنا نیست که از مشکلات و سختی ها میتواند به سرعت عبور بکند نه مثل بقیه انسان هاست هم دوچار غم و مشکلات و گرفتاری هاست و هم ممکن است این مشکلات و گرفتاری ها از او سریع عبور نکند مثل این رویداده که امروزه در کشور ما اتفاق باست. افتاده است تا بتواند بالاخره غم و غصه این مجموعه و این هموطنان ما جبران شود ممکنه ماها و سالا طول بکشه پس دوچار غم و غصه هستیم دوچار مشکلات هستیم آنچه که ایمان اثرگذار است و نقش دارد این است که ما هیچ وقت تحت تاثیر مشکلات قرار نمیگیریم ما در مشکلات خود رو نمی بازیم ما بالاخره مشکلات رو بر او فایق می آییم بر مشکلات فا... پیروز می شویم من این آیه شریفه رو به عنوان تکمیل این سخن عرض بکنم خدمت شما و بینندگان محترم آیه 62 سوره مبارکه بقره است در قرآن مجید این گونه میفرماید من آمن بالله و لیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون کسی که ایمان داشته باشه ایمان به مبدع و ایمان به معاد ایمان به خدا و ایمان به روز حشر و قیامت داشته باشد لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون نه ترس از آینده دارد و نه هم غم و غصه گذشته را می خورد. خدا را به عنوان پشتیبان خود می داند. برای آینده هم آینده روشن می بیند. و از گذشته هم هیچ ترس و حراس و غم و غصه ای ندارد این بهترین نمونه است که آیه شریفه برای ما آرامش روحی را از اثرات ایمان و زیست مؤمنان معرفی می کند بسیار تشکر است درنگ کوتاه خواهیم داشت و نظر شما بر خواهیم گشت ادامه مفصل پیشان با شما هستیم و وقت بیداری تقدیم نگاه مهربان شما با تقدیم دستگلی از احترام و ادب مجددا محضر یکایک که یک شما بزرگواران همچنان به وقت بیداری را مشاهده میکنید از تلویزیون جهانی هادی قبل از اینکه به محضر استاد عزیز جناب دکتر فیاضی بازگردیم و ادامه فرمایشات در مورد زیست مؤمنانه بشنویم و ببینیم پل ارتباطی برنامه خدمت شما یک بار دیگر اعلام میکنم نمبر مثبت 964 780 255 413 در اختیار شما هست می توانید از این طریق پیام های متنی پیام های صوتی و تصویری خودتان با ما به اشتراک بگذارید نظرات خودتان در مورد برنامه ها انتقاد هایی که از بنده و همکاران دارین تشکری هایی که از اساتید محترم دارین سوالاتی که در مورد موضوعات مختلف دارین حتما از این طریق با ما به اشتراک بگذارید بسیار سازنده خواهد بود و حتما چراغ راهی هست برای بنده و همکارانم هم برای ارائه برنامه های بهتر و شما بزرگ جناب دکتر فیضی عزیز سالی که در ابتدای بخش دوم از شما خواهیم پرسید ای هست که در اطراف همه ما انسان های زندگی می کنن که معروفن به انسان های مؤمن انسان با ایمان که از خصوصیات ظاهری اینها چنین برمی که اینها بسیار هم آرام هستند و آرامش روحی خاصی دارند و معمولا وقتی که به سراغ اینها می رویم اگر با درد و غم و مصیبت هم باشیم کمی آرامش پیدا میکنیم آیا میتوان گفت که این آرامش روحی نشان از ایمان اینها داره و به خاطری هست که اینها با ایمان هستن یا نه آرامش روحی چیزی هست جدا بله سوال خوبی مطرح کرده جناب های ناصری من اثر آرامش روحی که برخواسته از ایمان هست و گرفته شده ای از ایمان از خدمت شما و بینندگان محترم اشاره بکنم حقیقتا این آرامش روحی که عامل او و سبب او ایمان ماست چند نکته در او وجود داره اولا از نظر نظری و از نظر فکری کسی که مؤمن است به ای باور رسیده است که یک قدرتی و یک پشتوانهی که خداوند باشد همواره پشتیبان اوست همواره یار و یاور اوست در همه سختی ها در همه گرفتاری ها و در همه مشکلات دستگیری از او می کند من اشاره کردم در برنامه گذشته کسانی که زیست و زندگی او مؤمنانه نیست گاهی بالاخره زندگی او به بنبست می رسد بل. گاهی به جایی می رسد که بالاخره کار او منجر به خودکشی می شود باید خود را از بین ببرد از این زندگی دنیا خلاص بکند رها بکند در حالی که خودکشی در آموزه های دینی ما کار حرام است بدترین عمل است گناه کبیره است و مؤمن هیچ وقت خود را به بنبست احساس نمی کند ما در زندگی انبیا و اولیا و امامان وقت مطالعه می کنیم کم مشکل نداشتند کم سختی ها ندیدند اما هیچ وقت تسلیم و مشکلات نشدند تسلیم سختی ها نشدن چون همواره و همیشه پشتیبان خود و یاور خود را خدایی میداند که قدرت او نامتناهی است و همواره دستگیری او را میکند ما این آیه شریفه را که در ادامه آیت الکرسی در آیه 257 سوره مبارکه بقره مطرح شده است خدمت شما و بینندگان محترم با عنوان نمونه و با عنوان تأیید این عرایز خودم اشاره بکنم الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور خداوند ولی سرپرست و یار و یاور کسانی است که اونها را همواره از تاریکی ها به نورها میرساند ایمان و کفر را به نور و ظلمت تشبیه کرده است کفر یعنی ظلمت یعنی تاریکی ایمان یعنی روشنایی کسی که زیست مؤمنانه دارد و ایمان به مبدع و معاد دارد همیشه خداوند اونها را از تاریکی ها و از سختی ها و از ظلمت ها و از ظلمانی ها او را به نور میرساند به روشنایی میرساند از سختی ها او را نجات میدهد یه از نظر فکری است از نظر عملی هم کسی که ایمان دارد و آرامش روحی دارد این گونه به این باور است که خداوند تکیه بر خداوند و توکل بر او کافی است این آیه شریفه و من یتوکل علی الله فهو حسبه کسی که تکیه بر خدا داشته باشد او را خداوند کفایت می کند ما هیچ وقت به زور و بازوی خود افتخار نکنیم هیچ وقت به قدرت و فکر خود افتخار نکنیم و نبالیم و نب... اعتماد نداشته باشیم یا حتی به مال و سرمایه خود ما اعتماد نداشته باشیم همین حادثه زلزله که در وطن ما و در بین هموطنان ما در هرات اتفاق افتاد تا لحظاتی قبل تا ثانیه های قبل اینها زندگی میکردند خانه داشتن کاشانه داشتن عزیزان خود را داشتند. اما در یک چشم به هم زدنی در طی چند ثانیه تمام خانه و کاشانه اینها از بین رفت سرمایه اینها از بین رفت عزیزان خود را از دست دادند پس ما به آنچه که داریم اعتماد نکنیم تکیه نکنیم هرچند قدر نعمتها رو باید بدانیم در یک آنی ممکن است تمام دار و ندار ما از بین برود فکر و استعدادی که داریم علم و دانشی که داریم به فراموشی سپرده شود همه چیز رو فراموش بکنیم در یک حادثه و رویدادی سرمایهی که داریم از بین برود بر, یک بر اثر یک بیماری ممکن است این زور و بازو جوانی که داریم از ما گرفته شود لساس آیه شریفه میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبو کسی که بر خدا توکل بکند خدا همواره او را کفایت میکند یا رویاور اوست در عین حالی که به نعمت که خدا داده است ما شکر میکنیم شکر این نعمت رو داریم اما همواره توکل و اعتماد ما به خدا باشد به زور بازوی ما نباشد به علم و دانش ما نباشد به فکر و استعداد ما نباشد به سرمایه و زندگی و خانه و کاشانه ما نباشد این نشانه ای ایمان است این نشانه ای آرامش روحی است یا یکی دیگر از نقش ایمان برای ایجاد آرامش روحی این است که همواره ما نتیجه را به خدا واگذار میکنیم تلاش شما انجام میدهیم اما نتیجه را به خدا واگذار میکنیم این اثر آرامش روحی و اثر ایمان است من با عنوان یک مثال محسوس و ملموس خدمت شما و بینندگان محترم عرض بکنم ممکن است بالاخره شما دچار مریضی و بیماری باشید من و شما دچار بیماری و کسالتی باشیم داروی که طبیب برای ما تشخیص داده است این دارو رو مصرف میکنیم اما نتیجه و اثر دارو رو به خدا واگذار میکنیم اگر هم اثر کرد خدا رو شکر میکنیم اگر هم این دارو اثر نکرد این که ما خود را زیر تیغ جراح و بالاخره طبیب قرار دادیم و این جراحی در بدن ما اثر نکرد باعث شفا و بیما درمان بیماری ما نشد باز هم نتیجه رو به خدا واگذار میکنیم باز هم ما بالاخره تسلیم آن چیزی هستیم که خداوند برای ما تقدیر کرده است این نشانه زیست مؤمنانه است این نشانه اون آرامش روحی است که آرامش روحی در زندگی ما اثرش این است که تلاش خود را انجام میدهیم کار را بر اساس وظیفه که داریم ما انجام می دهیم اما نتیجه را به خدا واگذار می کنیم اگر به نتیجه مطلوب رسیدیم خدا را سپاسگزار هستیم و شاکر هستیم اگر هم به نتیجه مطلوب آنچه که ما می نرسیدیم باز هم تسلیم قضا و مشیت الهی هستیم بله. این نشانه زیست مؤمنانه است ما خود را نمی بازیم تسلیم مشکلات نمی شویم. خود را احساس در بنبست نمی کنیم در حالی که نقطه مقابل کسی که زیست مؤمنانه و زندگی مؤمنانه ندارد اگر تلاش کرد اگر کوشش کرد با اون هدفی که میخواست نرسید احساس شکست کند احساس کند به بنبست رسیده است نتیجه او گاهی ممکن است منجر به خودکشی شود اما کسی که زیست مؤمنانه دارد هیچ وقت به بنبست احساس نمیکند بله. چون همواره خدا را پشتبانی خود میداند اگر به اون نتیجه ای که میخواست رسید خدا را شاکر است اگر هم نرسید به این باور است که حتما مسلحت او در این بوده است حتما خدا این گونه مسلحت دیده است که به اون نتیجه ای که میخواسته نرسد ای دارو را مصرف کرده ای دوا را مصرف کرده است بعد از مصرف دوا بیماری او شفا پیدا نکرده است مسلحت این بوده است این آرامش روحی این آرامش روحی است این زیست مؤمنانه است بله استاد برنامه ما همچنان متاثر از حادثه قمناک که زلزله در هرات هست و یک بسال ملموس هم همین هست که شما اگر از یکی از این عزیزانی که داغ دیده هستن عزیزشان از دست بعد از چند روز که کمی احساسات بالاخره فروکش میکنه و کمی آرامتر هستن بپرسید بسیار جواب معقولانه و مؤمنانه ای خواهند داد همه آنها آدم های مؤمنی بودند و هستند و بازماندگان آنها بسیار صبور هستند و به رضا و قضا الهی راضی هستند انشاءالله که به همه آنها خداوند صبر بدهد لحظات رو از دارم در اتاق فرمان شویم برمیگرد خدمت شو. با ما همچنان باشید به با وقت بیداری ادامه دارد دقایق بعد انشاءالله در بخش سوم ادامه بحث تقدیم شما خواهیم کرد تشکر میکنیم از همکاران عزیز ما در اتاق فرمان حدیث بسیار زیبایی را از امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام دیدیم و شنیدیم بسیار مضمون این حدیث با موضوع برنامه امشب مناسب بود اگر این برنامه را در این لحظه به صورت زنده و مستقیم دریافت میکنید که بسیار تشکر میکنیم موجب افتخار ما هست و اگر موفق نشدید و یا دوست داشتید که مجددی برنامه را ببینید در پخش های مجدد از همین رسانه جهانی می توانید با ما همراه باشید و حتی می توانید در فضای مجازی از طریق آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب با سرچ موضوعی برنامه امشب با آنها دسترسی پیدا بکنید حتما دنبال کننده ما در فضای مجازی هم باشید کامنت های شما حتما برای ما مفید خواهد بود به عزیزانتان به کسانی که دوربر شما هستند و دوست دارند این قبیل برنامه ها را ببینند و انشاءالله استفاده کنند، هم پیشنهاد بتین جناب استاد دکتر فیضی عزیز سال بعدی که از شما خواهیم داشت است که چگونه ایمان به خدا موجب متعالی شدن اهداف و خواسته های انسان در زیست مؤمنانه میشه بله تفاوت اساسی که بین زیست و زندگی مؤمنان با زیست و زندگی دنیایی و مادی گرایانه این است که در زیست مؤمنان ما دنبال یک هدف متعالی هستیم بله. دنبال یک آرمان بلندی هستیم که اون آرمان بلند منحصر در زندگی دنیا نیست منحصر در این زندگی مادی نیست ما زندگی را برای رسیدن به کمال رسیدن به سعادت می نه برای چند سباه زندگی کردن اگر قرار باشد زندگی منحصره به این زندگی چند سباه دنیایی باشد زندگی انسان با سایر حیوانات تفاوتی ندارد ممکنه چند سال کمتر و بیشتر بالاخره یکی بیشتر عمر بکنه یکی کمتر اما تفاوت اساسی به اون چشمنداز هست تفاوت اساسی به اون هدف است به اون آرمان بلند است من یک مثال ساده خدمت شما و بینندگان محترم عرض بکنم ممکنه دو نفر هر دوتا درس بخونه پهنتون برود بالاخره به مکتب درس بخونه یا در مؤسسات دیگری بالاخره درس بخواند. اما نگاه این دو نفر ممکنه متفاوت باشه یکی نگاهی او از درس خواندن صرفا برای رسیدن اون مدرک است او مدرک خود را بگیره و یک جای استخدام شوه و یک زندگی بالاخره داشته باشه و یک درآمدی داشته باشه این زندگی زندگی مادی گرایانه است این زندگی زندگی دنیایی است این درس خواندن هم درس خواندن برای دنیا است یک بار درس خواندن برای این است که خود علم و دانش را ارزشمند میداند خود شناخت را ارزشمند میداند خود شناخت این جهان هستی را ارزشمند میداند اون محدوده علمی را که انتخاب کرده است او رشته تحصیلی را که انتخاب کرده است خود او رشته تحصیلی را علاقهمند است یک آرمان بلندی است یک هدف بلندی است یک آرمان متعالی است بین این دو نگاه برای درس خواندن کاملا متفاوت است پس زندگی مؤمنانه با زندگی دنیایی و مادی گرایانه هم به همین نسبت متفاوت است کسی که زیست مؤمنانه ندارد از زندگی دنبال یک هدف بلند و آرمان بلند است برای رسیدن به سعادت و کمال تلاش می کند و زندگی می کند و زندگی دنیا را هم مقدمه ای برای رسیدن به زندگی ابدی و جاودانه جهان آخرت می داند. این نشانه اساسی زیست و زندگی مؤمنانه است. استاد می گفت که کسی که در واقع زیست مؤمنانه ندارد خودش فقط در چارچوب همین دنیا میبیند و در واقع به آن دنیا ایمان ندارد و شاید باور ندارد که دنیای دیگری وجود دارد میشود اینطور گفت سیست مؤمنان اثری که دارد نگاه انسان را و هدف انسان را متعالی و بلند می سازد و زندگی او را منحصر به زندگی دنیایی نمی داند و هیچ وقت در مشکلات و گرفتاری ها احساس بنبست نمی کند احساس بالاخره شکست نمی کند اما در زیست و زندگی مؤمنانه همواره دنبال هدف بلند است دنبال آرمان متعالی است دنبال یک هدف اساسی است که این هدف اساسی فقط و فقط در زیست و زندگی مؤمنانه میتوان سراغ او را گرفت و پیدا کرد در زندگی دنیایی و زندگی مادی گرایانه هیچ وقت دنبال هدف بلند نیست به همون مثالی که عرض کردم تفاوت نگاه دو نفری که در یک مؤسسه بالاخره در یک پهنتونی درس میخواند برای گرفتن صرف یک مدرک تحصیلی یا برای رسیدن بر خود علم و دانش یه دو نگاه نگاه متفاوت است یکی از آثار و یکی از نشانه ها و یکی از اثرات ایمان در زندگی ماست یا یکی از نشانه های زیست و زندگی مؤمنانه است که ما میتوانیم بر اثر زیست و زندگی مؤمنانه به اون هدف متعالی برسیم ان بله. و سال بعدی است که استاد ایمان برای یک کسی که زیست مؤمنانه داره آیا موجب خوشبینی در او میشه نسبت به جهان یا خیر بله یکی از اثرات اساسی و نقش اساسی که زیست مؤمنانه دارد یا به تعبیر دیگر ایمان در زندگی ما دارد این است که ما به این جهان هستی خوشبین هستیم تمام ذره ذره این جهان هستی را پشتوانه او را یک کار حکیمانه می دانیم پشتوانه او را بالاخره یک فلسفه و یک علت می دانیم. اگر در یک گوشه اتفاقی می افتد یک رویداد طبیعی مثل زلزله و سیل و دیگر رویدادهای طبیعی میفتد باز هم ای به عنوان یک تکه از این جهان هستی میدانیم بدون فلسفه نیست بدون حکمت نیست اگر گاهی دچار بیماری هم میشویم نگاه خوشبینانه به این بیماری داریم اگر در زندگی گاهی دوچار مشکل میشویم، شویم، دوچار فقر میشویم، دچار دو دوچار تنگ دستی می شویم، نگاه خوشبینانه داریم. در نقطه مقابل کسی اگر زیست او زیست مؤمنانه نباشد ممکن است در برابر هر مشکلی نگاه او نگاه بدبینانه باشد. چرا ای اتفاق افتاد؟ چرا این زلزله بالاخره در منطقه من اتفاق افتاد چرا من عزیز خود را از دست دادم چرا این سیل آمد بالاخره خانه و کاشانه مرا برد چرا این بیماری گریبانگیر ما شد چرا من بالاخره دچار این بیماری شدم نگاه او نگاه بدبینانه است یا اگر یک مثال محسوس و ملموسی خدمت شما و بینندگان محترم عرض بکنم سیست مؤمنانه مثل این میماند که کسی در یک کشوری زندگی میکند تمام قوانین اساسی و مدنی اون کشور را بر اساس یک علت و یک فلسفه میداند اگر کوتاهی هم هست این کوتاهی را از ناحیه خود میداند تلاش میکند در این کشور بر اساس قانون او زندگی بکند قانون او را پیاده بکند هیچ وقت تخطی و تخلف از قانون نداشته باشد چون این قانون را قانون اساسی می داند. این قانون رو بر اساس مسلحت کل جامعه و کل اتباع او کشور می داند. نقطه مقابل کسی اگر در یک کشوری زندگی می کند باور به این قانون نداشته باشد باور به این دستور العمل های این قانون نداشته باشد هر وقت زمینه فراهم شود تلاش می کند از قانون فرار بکنه زیر بار قانون نرود تخطی از قانون بکنه قانون را زیر پا بگذارد چون نگاه او نگاه بالاغرب به قانونی که دارد یک نگاه خوشبینانه نیست این قانون رو برای زندگی اجتماعی خود درست می داند سیست مؤمنان هم همین است که ما در زندگی خود ما هرگاه دچار مشکل هم شویم نگاه ما نگاه خوشبینانه است تمام این مشکلات و سختی ها خوشی ها و سختی ها رو در کنار هم میبینیم تنها ما نگاه ما به سختی ها و مشکلات نیست لذا نگاه ما نگاه خوشبینانه است و این اثر هم اثر زیست مؤمنانه است این اثر هم اثر او ایمان ماست اون باور ماست که بالاخره هر چه در این عالم اتفاق می افتد بر اساس مسلحتی است که خداوند برای این جهان هستی دیده است و بر اساس مسلحتی است که ممکن است گاهی من دچار مشکل شوم دچار فقر و تنگ شوم دوچار حوادث و بلایای طبیعی شوم و هیچ وقت اون نگاه خوشبینانه رو به خالق این عالم هستی به خدای این عالم هستی من از دست نمیدهم و تحت تاثیر مشکلات و گرفتاری ها من قرار نمیگیرم بله. و اصلا حدودا دو دقیقه ما زمان داریم تا پایان برنامه و سال آخر آیا ایمان در زیست مؤمنانه باعث امیدواری انسان می شود؟ بله هم ایمان و زیست مؤمنان اثر مهم دیگری که او دارد این است که انسان در زندگی خودش امیدوار است یا به تعبیر دیگر در منطق فرد با ایمان جهان نسبت به تلاش ها و کوشش های او بی اثر نیست بی تفاوت نیست اگر من کوشش و تلاشی می کنم نتیجه کوشش و تلاش خود را در این جهان می بینم اگر در این جهان نبینم در جهان دیگر میبینم اما نگاه کسی که زیست مؤمنانه ندارد این گونه است که اگر من تلاش کردم کوشش کردم اثر و نتیجه تلاش و کوشش خود را در این دنیا ندیدم احساس شکست میکنم احساس میکنم بالاخره من از اون زحمات خودم به یک نتیجه نرسیدم اما زیست مؤمنانه این است که در دنیا و در جهان آخرت اثر و نتیجه تلاش و کوشش خود را میبیند اگر من در دنیا عمل من بر اساس دستورات خداوند باشد مطیع دستورات او باشم یا در دنیا اثر و نتیجه او را میبینم یا پاداش عمل خود را در جهان آخرت میبینم این امیدواری به من میدهد این به من این نتیجه رو میدهد که همواره تلاش بکنم برای زیست و زندگی جهان ابدی و در جهان آخرت من در دنیا باید هزینه او رو باید پرداخت بکنم در دنیا باید خرجی و هزینه رو من باید جمع بکنم این نشانه ای امیدواری است که در زیست مؤمنانه وجود دارد و قطعا در زیست غیر مؤمنانه این امیدواری وجود ندارد چون زندگی را منحصر به زندگی دنیایی میداند و زندگی دنیایی و ممکن است همواره همراه با مشکلات همراه با سختی ها با گرفتاری ها باشد و تحت تأثیر این مشکلات و گرفتاری ها قرار بگیرد. بله بسیار تشکر است این امشب ها بسیار برنامه مفید بود توامه با اشاره به مصیبت عزیزانی که داغ دیدن در زلزله هرات انشاءالله که بتوانیم در برنامه بعد هم در خدمت شما استاد عزیز باشیم انشاءالله سلام از شما عزیزان تشکر میکنیم برنامه خودتان ملاحظه کردید از نقطه آغاز تا این لحظه که نقطه پایانی است شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم روز و روزگار بر وفق مرادتان باد تنور خانه تان گرم و سفره تان پر نان باد <applause>